زهرا امیر ابراهیمی برای بازی در عنکبوت مقدس برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم کن فرانسه شد تا اولین زن ایرانی باشه که این جایزه رو برده. با ما تو این ویدیو همراه باشید راجع به این موفقیت زهرا امیر ابراهیمی و همینطور موفقیت فیلم سعید روستایی باهاتون صحبت میکنیم و صحبت‌های زهرا امیر ابراهیمی رو هم میشنویم. تا پایان ویدیو همراه ما باشید. برای اینکه ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید کانال ما رو سابسکرایب کنید. دل من با آبادانه، من اینجا، اما دلم با زنان و مردان ایرانه. سلام دوستان، به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. مراسم اختتامیه 75مین دوره جشنواره فیلم کن فرانسه ساعتی پیش در کاخ این جشنواره برگزار شد که این اختتامیه دو تا جایزه برای سینمای ایران داشت که یکیش برای اولین بار اتفاق افتاد. دقایقی قبل زهرا امیر ابراهیمی برای بازی در فیلم عنکبوت مقدس برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم کن شد تا به اولین زن ایرانی که برنده اینجا جایزه شده تبدیل بشه. زهرا امیر ابراهیمی سالها پیش درست در اوج شهرت و معروفیتش با انتشار فیلم خصوصیش و افشای رابطهش مجبور به فرار از ایران شد و سالها از حرفه و هنر و علاقهش یعنی بازیگری دور بودش تا امسال که با فیلم عنکبوت مقدس دوباره به بازیگری برگشت و یه شروع طوفانی داشت و توی اولین تجربهش بعد از سالها موفق شد که جایزه بهترین بازیگر زن سینمای فرانسه رو به دست بیاره. زهرا امیر ابراهیمی بعد از دریافت جایزه‌اش صحبت‌هایی را هم با مردم ایران انجام داد. زهرا امیر ابراهیمی گفت خوشحالی و موفقیت برای من معیارهای عمومی داره. هرچند در این لحظه خیلی خوشحالم ولی بخشی از وجودم برای مردم ایران که هر روز گرفتار مشکلات مختلف هستن غمگینه. دل من با آبادانه. دل من با گوشه کنار خاک ایرانه. من اینجا هستم ولی دلم با مردان و زنان ایرانه. اما فیلم برادران لیلا سومی ساخته سعید روستایی هم تونست جایزه با ارزش بهترین فیلم از نگاه فدراسیون بین‌المللی منتقدان رو به دست بیاره. تا فیلم های ایرانی و سینما ایران دست پر از جشنواره کن خدافظی بکنن. حتما دوستان نظرتون راجع به صحبت های زهرا امیر ابراهیمی و این جایزه‌ای که به دست آورده برامون توی بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو ببینید.